گیم آف ترونز زمستون فرا رسیده. دوستان این یکی از برنامه‌های جدیدمون، تحلیل سریال و فیلم‌ها رو واسه‌تون انجام میدیم. می‌خوایم الان توی این ویدیو با نایت کینگ آشنا بشیم و حقایقی که باید درباره نایت کینگ گفته بشه رو براتون بگیم و تئوری‌هایی که درباره فصل آخر گیم آف ترونز همه جا پیچیده رو می‌خوایم با هم ببینیم. رفقای سایت سریال و فیلمم تو قسمت توضیحات واسه‌تون گذاشتم. سریال و فیلم ها رو قشنگ همون لحظه تو سایتش آپدیت میکنه. به نظرم سایت خیلی خوبیه، میتونین ازش استفاده کنین هر وقت گیم آف ترونز اومد. نایت کینگ یکی از اون شخصیت هایی هستش که من خیلی دوستش دارم. دیعیوس اوبوهت خیلی خاصی داره. بریم یه خورده باش آشنا بشیم و قسمت های جدید گیم آف ترونز هم که اومد و واسه تون تحلیل میکنیم. امیدوارم که لذت ببریم. نایت کینگ ساخته شده به دست فرزندان جنگل است. فرزندان جنگل نایت کینگ رو ساختن تا ازشون حفاظت بکنه. ولی در آخر نایت کینگ مغرور فقط کار خودش رو انجام میده. با اتفاقایی که از چشمای برند دیدیم میتونیم بگیم فاصله بین 6 تا 8 هزار ساله که نایت کینگ ظهور کرده. ننه پیر درباره پادشاه شب به برند و فرزندان استارک خیلی زیاد میگفته. اون میگفت بعضی از مردم بر این باورن که پادشاه شب یک استارکه. ما چندین تئوری رو برای بازی تاج و تخت توی این ویدیو براتون آماده کردیم. فصل هفتم بسیار شوکه کننده بود. صحنه‌های بسیار وحشتناک مثل سرمایه یخ و کمک اجدایی دنریس به وایت واکرها که حالا الان جزء ارتش نایت کینگه. در قسمت پایانی فصل هفتم نشانه دیده شد که تئوری تازه‌ای رو برای سریال به وجود آورد. اینکه بران همون نایت کینگه. اگه به خاطر داشته باشین این تئوری میگه که بران در یک زمان شروع به رفتن به گذشته میکنه. او اول نزد پادشاه دیوانه میره و در گوشش زمزمه‌هایی میکنه که باعث میشه فریاد بزنه همهشان را آتش بزنید، که در نهایت باعث می شود عقلش را از دست بدهد. ایده کلی این است که برند سه بار به گذشته سفر کرده تا از نیروی خود برای ریشه‌کن کردن وایت واکرها استفاده کنه، اما هر بار باعث آشفتگی و تخریب در دنیا شده. مثلا با این نجواهای او باعث دیوانگی شاه سالم شد. در نهایت او به جای وایت واکرها مردم بیگناه را بیجهت سوزاند. همچنین وینترفل و خاندان استارک را پایه‌ریزی می‌کند و سپس در زمان به عقب باز می‌گردد، یعنی به دوران درگیری فرزندان جنگل و انسان‌های اولیه وارد می‌شود و توسط شیشه اژدهایی که در بدنش فرو می‌رود تبدیل به شاه شب می‌شود. بعد از بیداری بران از فرزند جنگل پرسید که کار شما بود؟ شما وایت واکرها رو ساختین؟ فرزند جنگل پاسخ داد ما توی جنگ بودیم، داشتیم قتل عام می‌شدیم. درختان مقدس ما رو نابود کردند. نیاز داشتیم از خودمون دفاع کنیم. برند گفت از دست کی؟ فرزند جنگل هم پاسخ داد از دست شما. از اینجا بود که ما فهمیدیم وایت واکرها سلاحی ساخته شده توسط فرزندان جنگل بود تا از آنها بر علیه انسانها استفاده کنند. چرا که انسانها خانه آنها را تصرف کرده و درختان آنها را نابود می‌کردند. در قسمت پایانی فصل هفتم جزئیات کوچکی دیده می‌شود که شبیه به مهر تایید کوچک بر این تئوری است. مردگانی که به طرف جنوب در حال حرکتند که شکل و شمایل شبیه به دایر وولف رژه می روند که نشان خاندان استارک است. طرفداران سریال این نشانه را به عنوان مهر تاییدی بر اینکه بران همون نایت کینگ است در نظر گرفتند. اما ممکن است که این موضوع نشان از چیز دیگری باشد. شاید این نشانه به این معنا باشد که مقصد و هدف بعدی مردگان شمال و استارک هستند. شاید همین نشانه دایر وولف یه اتفاق تصادفی بیش نباشد. در انتها دیدیم که بران استارک که به کلاغ سه چشم نیز معروف است با کمک ساموئل تارلی توانست پی ببرد که جان یک کلالزاده تارگریان است. بران دیگه آن بران قدیمی نیست. نظریه‌های بسیار زیادی در مورد او هست و حدس و گمان‌های مبنی بر این که او مهمترین شخصیت این سریال است وجود دارد. خود بران تو مصاحبه‌ای گفته این تئوری توی چند هفته گذشته واقعا ترکید. دیدم عکس من و نایت کینگ رو کنار هم گذاشتن و میگفتن آره خودشه، مو نمیزنه. من به این فکر میکردم که ما خیلی هم شبیه هم نیستیم. یه جمع دیدم یکی سنجاق سینه نایت کینگ رو با فوتوشاپ به لباس بران اضافه کرد و گفت آره خودشه. فکر کنم چیز باحالی که در مورد فصل آخر میشه دید اینه که تئوریهای طرفداران به هم نزدیکتر میشه. الان اینکه هر کسی هر تئوری برای هر شخصیتی که زنده است بده میتونه تحقق پیدا کنه و یه جورایی درست از آب در بیاد. من شخصا فکر میکنم که این نظریه کمی بعید باشه، اما همین چیزا رو در مورد نظریه هدور گفته بودم و وقتی توی فیلمنامه دیدمش با خودم گفتم چی؟ بی خیال. اما این سریال بازی تاج و تخت و همه چی توش ممکنه. من واقعا دلم میخواد پادشاه شب باشم. این باید خیلی سرگرم کننده باشه که همش من بودم، اما نمیدونم، شک دارم.
در ماه‌های گذشته از آنسالیت‌ها، دوتراکی‌ها، ارتش شمال و در نهایت به تازگی از ارتش مردگان مقابل پرده سبز در منطقه تصاویر منتشر شده. جمعیت و اسباب بسیاری هر شب در این منطقه هستند. شخصی قرمز پوش در تصویر زیر به صورت نچندان واضحی مشخص است که همه احتمال می‌دهند آن شخص میلیساندر باشد. بعضی ها نیز به حضور برند در کنار پادشاه شب که داشته می‌جنگیده در لوکیشن دیدند. کسی که از نزدیک این منطقه را دیدن اسپول کردن که نایت کینگ داشته نگهبانان شب رو به ارتش خود اضافه می‌کرده که اصلاً اتفاق خوبی برای افرادی که در قلعه سیاه هستن نیست. همچنین تصاویری از آتش‌سوزی عظیمی نیز هست که احتمالاً کار خود نایت کینگ نیستش و او احتمالاً فقط به این مکان نزدیک شده. هنوز مشخص نیست که این نبرد در کجای وستروس رخ خواهد داد، اما هر چی باشد وینترفل در این نبرد در امان نیست. با توجه به حضور جیمی و برین، احتمال مرگ یکی از آنها و یا هر دوی آنها در این نبرد وجود دارد. در این منطقه همچنین اجساد زیادی دیده شده که میتواند نتیجه نبرد باشد. بازی تاج و تخت سریال باشکوهی است و معلوم نیست که این تئوری ها درست باشه یا نه، اما در انتها همه چیز به تاج و تخت آهنین میرسه. با توجه به اینکه نزدیک انتهای داستان میشویم، چشم همگان به این تاج و تخت دوخته شده و اینکه در آخر نصیب چه کسی خواهد شد. برن به خاطر داشتن خون استارک و قدرت مور طبیعی که داره، ممکنه کلاغ سه چشم همون نایت کینگ باشه. در پایان فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت، تورمون و نگهبانان اجدار رو میبینن که توسط نایت کینگ بازگردانده شده و بخش بزرگی از دیوار در ایسواش رو تخریب میکنند. از آن به بعد طرفداران نگران این موضوع هستن که آیا تورمون نجات یافته است یا نه. اما در مکانی که فیلم برداری انجام شده، یه سری از افراد شایعه کردن که تورمون و بریک همراهان وحشی خود را به سمت پله‌های پوشیده شده در یخ هدایت کردند. ایستواش راه پله عظیم به شکل زیگزاگ داره. آنها به خاطر نجات جانشان فرار میکنند و از دیده ها محو میشوند. بسیاری از رسانه‌ها معتقدند که نشانه های مبنی بر زنده بودن بریک و تورمون وجود دارد. این بخش که میگوید آنها به خاطر نجات جانشان فرار میکنند و از دیده ها محو میشوند، مدرکی است که نشان میدهد آنها توانستند جان سالم به در ببرند. به هر حال آنها نمیتوانند از دیوار پایین بروند مگر اینکه در این فاجعه دیده نشوند. با این حال با توجه به آن صحنه، فرار برایشان دشوار خواهد بود. همه به سختی در حال فرار به سمت پلگان زیگزاگی هستند که در حال فرو ریختن است. حتی اگر کسی در نزدیکی زمین باشد، با ریختن آوارهای یخی مدفون میشوند. بنابراین اگه زنده باشند، پس قطعاً در بالای دیوار ماندند و تنها از قسمتی که با آتش اجدا در حال تخریب بوده دور شدند. ما میدانیم که برن استارک میتواند سفر زمانی در گذشته و آینده بکند و میتواند روی خود را در کالبد اشخاص دیگری فرو ببرد و آنها را کنترل کند. ممکنه برن در این زمان در کالبد نخستین وایت واکر رفته باشد. او هشدار کلاغ سه‌چشم را شنیده بود که اگه بیش از حد در گذشته بماند یا در کالبد کسی برود، ممکن است به دام بیفتد و ممکنه که در بدن وایت واکر به دام افتاده باشد. این تئوری میتواند توضیح بدهد که زنده شدن جان اسنو هم به خاطر برن بوده. یعنی نایت کینگ نمیخواسته که جان اسنو بمیره و اونو یه فاجعه دیده، چون هنوز مقدار اندکی از روح برن در جان باقی مانده بود. در کتاب پادشاه شب شخصیتی افسانه ای است. او 13 فرمانده نگهبانان شب بود که عاشق یه دختر وایت واکر شد و او را به دیوار آورد و به مدت 13 سال حکومت کرد. این موارد در سریال نیست و در سریال شواهد دیگری داریم. تا به اینجا کار نایت کینگ موفق شده دیوار بزرگ شمال را خراب کند و ارتش خود را وارد وستروس کند. پس دیگر چیزی سر راه ارتش او قرار ندارد، هرچند امکان وقوع این اتفاق در سریال گیم اف ترونز بسیار کم است. عده عقیده دارند که چون شاه شب به ذهن برن متصل شده، میداند که کینگز لندینگ 5 میلیون جمعیت دارد و از همان تکنیک راب استارک در جنگ 5 پادشاه که بعداً در فصل هفتم جیمی لنستر هم از آن استفاده کرد بهره میبرد. و ارتش 100,000 نفری خود را فدا می کند تا با اژدهای خود به وستروس رفته و با ارتش 5 میلیون نفری به شمال بازگردد. و حالا پادشاه شب ارتش 100,000 نفری خود را فدا می کند تا با اژدهای خود به وستروس رفته و با ارتش 5 میلیون نفری به شمال بازگردد. پس در نهایت شاه شب می خواهد انتقام نحوه به وجود آمدنش را بگیرد که در سریال فرزندان جنگل شاه شب را ساختند و زندگی او را تبدیل به شکنجه ابدی کردند. در جهان مارتین هیچ چیز مطلقاً بد و مطلقاً خوبی وجود ندارد. شما چی فکر میکنید؟ آیا شاه شب خواهان انتقام خلق شدنش است؟ نظر شما درباره تئوری‌های فصل 8 گیم آف ترونز چیه؟ اگه تئوری دیگری دارید حتماً توی کامنت بگید. یه پست خیلی جالب هستش، من خیلی خوشم اومد ازش. نگاه کنین، یار نایت کینگ گفته چرا ما دیوار رو دور نمیزنیم بریم؟ نایت کینگ گفته چی؟ یارش گفته دیوار اونجا تموم میشه. خب دیوس
کافیه ما فقط اون ور سوار کشتی یخی چیزی بشیم. نایت کینگ هم یهو تعجب میکنه و خوشحال میشه، میگه توی این هزاران سالی که اینجا منتظر بودیم این بهترین ایده‌ای بود که شنیدم. واقعا واسه من سوال، ارتش مردگان رفتن تو یخ و آب، زنجیر بستن به اجدها کشیدنش بالا، ولی الان نمیدونم چرا اینا نمیرن دیوار رو دور بزنن، واقعا برن تو آب، برن تو یخ، از اونور مستقیم برن دهنشون رو سرویس کنن، دهن همه رو. اصلا چرا باید دیگه از دیوار رد شین؟ یه پست دیگه هم اینه که شاه شب گفته من برند استارک هستم، نگهبانه وینترفل هم گفتن فاک آف. رفقا توی این برنامه‌مون تحلیل سریال و فیلم‌های پربازدید واسهتون می‌ذاریم. هر قسمت جدیدی هم که از گیم اف ترونز اومد فرداش پس برداش واسهتون تحلیلش رو می‌ذاریم توی کانال یوتیوبمون. رفقا لطفاً لایک بدین، کانال یوتیوب کیودی پروگرام دنبال کنید، سابسکرایب کنید تا بتونین همراه ما باشین و ویدیوهامون رو ببینین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و پیس.